در نرم‌افزار چسبایز ما قطعات بسیار مختلفی میتونیم تعریف کنیم، از قبیل مقاومت، خازن، سلف، کلیدهای قابل جریان، منابع جریان وابسته مستقل، دیود، ترانزیستور، ماسفت، شیفر، مسفت و تقریبا تمامی قطعات الکترونیکی میتونیم تولید کنیم. میوش همینطور 10^-6 میکرو، مگا 10^-6. با توجه کنید که اگر میخواید میلی استفاده کنید، ام در بتوان ام کوچیک و ام بزرگ خیلی تفاوتی نداره داخل جسمایی، و اگه میخواییم مگاس داشته باشید در بتوان 6. خب مثال هایی هست که اینجا میبینید، ما یه منبع جریان I1 داریم که بین گری B6 و B9 قرار داره و مقدارش 10 میلی امپر. یه منبع ولتاژ B9 داریم که بین گری N2 و N3 و مقدارش هم 10 ولته، 0 در نظر. خب یه مثال دیگه فرض کنیم میخوایم این منبع جریان سینوسی رو تعریف کنیم که مقدار دیسمون 1. ببینیم چه کار میکنیم. سیم فرض کنیم میگیم وی این بین دو تا گره 3 و 4 قرار داره، یه منبع جریان سینوسی که مقدار دیسمون 1، مقدار منبع ولتاژ داره. بازه تر ببینید، اینجا ما یه منبع ولتاژی داریم که بین 0 تا 5 ولت تغییر میکنه، مقدار TAD، این مقداری که از صفر میگذره به منبع ولتاژ شروع به تغییر کنه، TR مقدار رایز تایم، TF مقدار فال تایم. خب تقریبا یکی از کاربردترین عناصری که داخل چسپایس ازش استفاده میشه MOSFET، چون الان بیشتر مدارات الکترونیکی در سطوح زیر میکرو و نانو که کار میشن، تقریبا تمامی المان ها حاوی MOSFET هستند. برای این تعریف MOSFET خودش خیلی مهمه که اونایی که میخوان با چسپایس کار کنند این تعریف رو یاد بگیرن. تجهیزات تحلیل DC برای محاسبه نقاط کار مختلف مدار استفاده میشه. در این حالت تمام خازن ها مدار باز هستند و تمام سلف ها اتصال کوتاه میباشند. خب به مدارمون برمیگردیم. مدارمون شامل 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا ترانزیستوره که با M1 و M6 مشخص شده. خب بعد از این بایستی بیاید منبع ولتاژمون رو VDDمون داخل 45 نانومتر، همونطور که میدونین 1.2 ولت VDD اسم ولت منبع شد، این هم اسم گره و گفتیم صفر عنوان زمین و بعد مقدار منبع ولتاژ رو مشخص میکنیم. بعد اگه مدارتون شامل زیر مدار باشه با دستور .global VDD باعث میشید که نود VDD در تمام زیر مدارهای شما به عنوان یک گره عمومی مشخص بشه و منظورتون منبع ولتاژ DC مدار باشه. بعد از این کارها شما میاد شروع میکنید به تعریف MOSFET های مدار. ما از M1 شروع میکنیم. M1 گفتیم اول M رو می‌نویسیم برای MOSFET، بعد شمارش میشه M1. خب M1 رو اگه نگاه کنید بین اوت 1 این و D1 قرار داره، پس ما اینا دقیقا اول گفتیم. در آخر این فایل تیپ‌فایلتون یک قسمت دارید به عنوان MOSFET که در اینجا نقطه کار تمامی MOSFET های مدار اومده، که در ابتدا نام MOSFET، بعد نوعش، خب مدار ما رو در سمت راست شما می‌بینید و نتلیستی که در سمت چپ برای این مدار نوشته شده پس شده کنش متناظر با تغییراتی که ما اینجا برای ولتاژی که سورس در مدار. خب ما تو این قسمت میخوایم این مدار رو داخل HSPICE ببندیم و پاسخ فرکانسیش، گین، فیز مارجین و پارامترهای مختلف فرکانسی اون رو نوشتیم. هیچ چیز دیگه لازم نیست، شما فقط کافیه .acdec رو بنویسید و ورودیتون هم با یه ورودی AC به مدار داده باشید. همین دوتا کافیه برای که شما یک تحلیل فرکانسی داشته باشید. خب HSPICE رو باز میکنیم، مدار رو میاریم
اسم مدار ما circuit1ac.sp که شما در فایل های کنار این فیلم آموزشی میتونید این رو بهش دسترسی داشته باشید. اگه سیمولیشن رو بزنید سیمولیشن انجام میشه. حالا ما در این قسمت میخوایم شما رو با یک اسپایس اکسپلورر آشنا کنیم. اسپایس اکسپلورر یکی از اون مثلا ما اینجا برای محاسبه توان مصرفی اومدیم از این دستور استفاده کردیم. dot means trans avt rms pvdd. اگه شما بخواید یه مقدار اولیه مثلا یک ولتاژ خازنی هست میخواید بهش مقدار اولیه بدید یه جریان صرف یا هر گره داخل مدارتون رو اینا کنید 180 درجه اینا با هم دیگه اختلاف فاز دارن. اگه بخواید اینا رو هم دیگه بیافتن کافیه یک از اینا رو بگیرید drag and drop را کنید. خب میخوام این ورودی همون رو میخوام این اوتمون چجوری شده. اوت هم باز میکنیم. اینم ولتاژ خروجیمون که ما ببینیم مدارمون نسبت به ورودی نویز چه رفتاری از خودش نشون میده. برای تایسر نویز ما از دستور دات نویز استفاده میشه داخل اسپایس. خب شما میخواین به صورت یه زیر مدار شما آپم رو نوشتین نت لیست شما میخواین به صورت زیر مدار ببرنش داخل یه مدار بزرگتر دیگه استفادهش کنیم. مثلا زیر مدار می‌نویسید چجوری؟ مثل دات ساب سیکیتی آپم اینه یک اینه دو اوت من اسمشو گذاشتم آپم پورتام هم به این صورت گذاشتم اینه یک اینه دو اوت و دات انس.